به نام نامی حضرت دوست که ما هرچه داریم همه از آن اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود تقدیم به شما بیننده های عزیز و محترم، دوستای خوب ما، عزیزان فارسی زبان در هر کجایی که هستید و برنامه خودتان رو انتخاب کردید، برنامه روشنا رو از تلویزیون جهانی هادی میبینید. انشالله که همیشه صحتمند و سلامت باشین. بسیار بسیار تشکر که باز هم همراه ما هستید. انشالله که تا نهایت برنامه هم همراه ما باشید عزیزان و دوستان و بزرگواران در این روزهای بسیار عالی و خوب که عده بسیار زیادی از مردم ما برای سفر معنوی اربعین به کشور عراق و شهرهای کربلا و نجف تشریف میبرند. انشالله که عزیزان حاجت روا برگردید، با دست پر برگردید از این سفر معنوی و انشالله که ما را هم از دعای خیر خودتان فراموش نمی کنید و امیدوارم که انشالله سال بعد آرزومندانی که امسال نتانستم دارم با امید خدا سال بعد در امو جایگاه باشند. اما امروز چهارشنبه است، همچون روزهای دیگه چهارشنبه مهمان محترم برنامه ما خانم جریفه علیزاده هستند. قبل از اینکه موضوع بحث رو خدمت شما بزرگواران عرض بکنم، یک سلامی هم بایشون داشته باشین. سلام علیکم خانم علیزاده، بسیار زیاد خوش آمدید. سلام، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و احترام خدمت شما خانم برنی جان و بینندگان خوبی برنامه، هر جایی که هستین ان شاء الله جور صحتمند باشین و تابستان را به خوبی سپری کرده باشید. انشاءالله، بسیار تشکر از شما. اما بینندگان عزیز و محترم، در همین آغاز برنامه هستیم، شماره تماس برنامه زیرنویس میشه. فراموش نمی کنید که از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که نظرات خودتان، انتقادات، پیشنهادی و یا اگر کدام سوال از کارشناس محترم برنامه دارید، از طریق واتساپ و تلگرام با ما در ارتباط شوید، نظر خودتان را بنویسید، سوال خودتان را بنویسید و همچنان تاکید بکنید که مرتبط با کدام برنامه است، برنامه روشنا و از کدام کارشناس محترم این سوال را دارید که انشاءالله در برنامه ها به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شد. و همچنان برنامه به صورت لایو از طریق اینترنت هم پخش میشه. دوستای عزیزی که دسترسی ندارید به تلویزیون ماهواره میتونید که از طریق اینترنت برنامه رو ببینید، از طریق سایت تلویزیون جهانی هادی برنامه رو ببینید و برنامه‌های گذشته رو هم از طریق یوتیوب و آپارات و سایت تلویزیون جهانی هادی میتونید که ببینید، ان شاءالله استفاده هم بکنید. اما موضوعی که امروز کارشناس محترم با ما شما میخواییم مطرح بکنن، نقش تعلیم و تربیت در جامعه پذیری است که اول از همه سوال خود از کارشناس محترمی رو قنفرسان کنیم که خانم علیزاده اول از همه بگوید که چه ضرورت و اهمیتی داره که مردم جامعه پذیر شوند و به بیان دیگه ضرورت و اهمیت زیست اجتماعی رو برای بینندگان عزیز ما بفهمید تا بعد از او به سراغ نقش تعلیم و تربیت بریم. خواهش میکنم. همطور که دوستای عزیزم میدونه، انسان یک موجود اجتماعی است. هلی. انسان نمیتونه به تنهایی زندگی کنه و زندگی اجتماعی، زندگی گروهی نیازمند قوانین و مقررات هست. شاید وقتی یک فرد تنها در یک غار زندگی کنه، نیازی به کدام قانون و قاعده خاصی نداشته باشه. هر وقتی هر کار که دلش خواست میتونه انجام بده. ولی که وقتی انسان در یک اجتماع زندگی میکنه، مخصوصا وقتی جوامع باز کلانتر میشه، شهرها و شهرنشینی میشه، نیازمندی است که باید قوانین و آداب اجتماعی مخصوص به او جامعه را یاد بگیره، داشته باشه و رعایت کنه برای اینکه بقا پیدا کنه یک زندگی اجتماعی. زمانی که اگر خود این قانون مقررات نباشه، جامعه پذیری نباشه، خب این زندگی اجتماعی بقا هم پیدا نمیکنه. دچار هرج و مرج میشه و مشکلات پیدا میشه، هرج و مرج میشه و معمولا چنین وضعیتی را ما خانم علیزاده در زمانی که مثلا یک حکومت ساقط میشه تا زمانی که حکومت بعدی مستحکم شود، چنین شرایط هرج و مرج را انسان میتونه تجربه بکنه. شاید مردم ما هم چنین شرایطی را تجربه کردن. بله، در طول تاریخ بالاخره تهاجمات سیاسی نظامی باعث یک مقدار هرج و مرج میشه در جوامع تا اون آرامش پیدا شه و اون بافت جدید پیدا شه و اون فرهنگ پذیری جدید ناشی از حاکمیت جدید ایجاد شه و خود به خود زمان میبره و نیازمند یک جامعه پذیری طولانی مدت در این دوره هسته. و اما که از نقش رو در تعلیم تربیت بیان کنیم، ببینید تعلیم و تربیت یا سازمان آموزش و پرورش در هر کشوری یک ابر سازمانه، یعنی یک سازمان بزرگی بسیار کارکردهای بسیار مهمی در یک جامعه داره، وظایف و نقش‌های بسیار مهمی در یک جامعه ایفا میکنه. خب ما در برنامه قبلی یک از نقش‌های تعلیم و تربیت که فرهنگ پذیری بود بله. گپ زدیم و گفتیم که بسیار مؤثر است در انتقال فرهنگ و ارزش‌های یک جامعه نسبت به نسلی که در دسترس داره. خب امروز می‌خوایم در مورد نقش تعلیم و تربیت در
جامعه پذیری کودکانی که وارد نظام تعلیم و تربیت میشه چگونه چه نقشی میتونه داشته باشه نظام تعلیم و تربیت در جامعه پذیری کودکان تا در نهایت ما یک زندگی اجتماعی موفقی رو داشته باشیم، یک نظام اجتماعی موفقی رو داشته باشیم که نظم در او حاکم باشه و این نظام بتونه تداوم پیدا کنه. یعنی خانم علیزاده شما معتقد هستین اگر که نظام تعلیم و تربیت در یک جامعه نباشه جامعه پذیری اتفاق نمیافته؟ ببینین اولین جایی که جامعه پذیری اتفاق میفته خانواده است، درسته؟ چون کودک در خانواده به دنیا میه، اولین گروه اجتماعی رو که میبینه افراد خانواده است، پدر، مادر، خواهر، خواهر، برادر، بالاخره مادر کلان، پدر کلان خود میبینه و اولین ارتباط اجتماعی، ارتباط کلامی، ارتباط تصویری که داره با اعضای خانواده است و قطعا اولین ارزش ها و اون عنعنات و اون آداب اجتماعی که در یک خانواده لازم است از افراد خانواده آموزش میگیره و یاد میگیره. خب این تا چی موقعی است؟ تا که زمانی که طفل 6 ساله باشه. وقتی میخواد وارد یک جامعه کلانتر شود، وارد اجتماع شود، یک ارگانی، یک نهادی، یک سازمانی رسمی نیازمند است که در ارتباط باشه بین خانواده و جامعه کلانتری که در آینده این کودک یک نقش در او جامعه داره. حالا من حیث یک معلم، من حیث یک کارگر، من حیث یک استاد و هر چیز دیگه ای. پس یک سازمان رسمی وجود داره که کودک از خانواده بگیره با همون مقدار ارزش ها و آداب اجتماعی که یاد گرفته و روی از او کار کنه و قوانین و مقرراتی که لازم است برای زندگی اجتماعی، برای آینده کودک، برای که کودک بتونه در جامعه زندگی موفقیت آمیزی داشته باشه در نهادی مثل مدرسه دو آموزش میده و او را آماده میکنه و که تا مهیا شود برای زندگی در یک جامعه کلانتر در اجتماعی که متعلق به او فرد است. باز این خانم علیزاده میطلبه که اون سازمان تعلیم و تربیت بالاخره آموزش های خاصی را آماده بکنه برای اجتماعی شدن، یعنی صرف حضور در مکتب یا در مدرسه یا در دانشگاه شاید با تنها کفایت نکنه. وقتی که شما شاید بسیار از خانواده فکر میکنه که من می اولاد خود مکتب روان میکنم به خاطر که علم آموزی داشته باشه، درسته؟ سواد یاد بگیره، خواندن، نوشتن یاد بگیره، یا کدام مهارت را یاد بگیره که در آینده یک شغل مناسب به اون مهارت را کسب کنه که بتونه نانآور زندگی باشه و زندگی خود بتونه اداره کنه. در حالی که کارکردهایی گفتیم پنهانی و آشکاری داره نهاد تعلیم تربیت که مابین همه تعلیمی که میبینه، مابین آموزش هایی که میبینه، میتونه فرهنگ پذیری و جامعه پذیری رو هم داشته باشه. عنوان کتابایی که میخونه، اون مطالبی که داخل کتاب ها آمده است، همه اینها به طور غیر مستقیم کودک ما را جامعه پذیر میکنه. میگه مثلا داستانی رو روایت میکنه داخل یک کتابی که کودک را میخونه. در این داستان قهرمان این داستان کی است؟ او چگونه قهرمان شده؟ فداکاری کرده، ایثار کرده و یا برای وطن کدام افتخار آفریده؟ خب این میشه قهرمان ذهنی کودک و این کودک ناخودآگاه القا میشه که ارزش هایی که در جامعه ما بها داده میشه چه ارزش هایی است. پس گرایش پیدا میکنه به سمت ارزش ها و حتی با ضد ارزش ها هم آشنا میشه که چه چیزهایی در جامعه ما به عنوان ضد ارزش منفوره و ما باید از اونها دوری کنیم. بستگی داره به او فرهنگ جامعه، بستگی داره به مذهب اون جامعه، بستگی داره به عقاید ورزش هایی که مردم اون جامعه داره و هم متناسب با عقاید ورزش ها در نظام و تعلیم و تربیت اون جامعه رواج داره و آموزش داده میشه. در برخی از جوامع کوچکتر در کشور از ما یا برخی از افراد، برخی از گروه ها معتقد هستن که مثلا یک عده خاصی از مردم که قشر و ناس باشن خود نیازی نیست حضور اجتماعی داشته باشن با اون معنا که مردها حضور اجتماعی دارن. پس در این صورت نتیجه گیری همین میشه دیگه، خود نیاز نیست که با مکتب برن برای که جامعه پذیر شوند، برای که در جامعه حضور پیدا بکنن. این درست میتونه باشه؟ قطعا درست که نمیتونه باشه. ببینین ما تعلیم و تربیت حق عموم کودکان است، در هیچ جای دنیای استثناء قائل نشده که پسرها به مکتب برن، دخترها به مکتب، الا جامعه ما که متاسفانه استثنایی است که در دنیای کنونی، در دنیای مدرن الان که گفتیم که تعلیم و تربیت و پیشتاز و یکتاز هست،
و هر ثانیه و هر دقیقه که یک کودک از تعلیم و تربیت محروم میماند، چه آسیب هایی در آینده از او وارد میکنه. متاسفانه در جامعه ما این وقفه ای که ایجاد شده برای یک نسل که فقط به خاطر جنسیت خود محروم میشه تعلیم تربیت، قطعا آسیب های اجتماعی روانی که به این کودکان به این نسل وارد میشه به اجتماع این نسل وارد میشه قابل جبران نیست و بسیار سخت و دردآور است برای یک همچین جامعه. چرا که همین دختران و همین نسل که به خاطر جنسیت خود محروم شده در آینده میخواد داخل همین اجتماع زندگی کنه، در آینده میخواد فرزند خود جامعه پذیر کنه، در آینده میخواد آموزش بدهد. خب وقتی خودش از آموزش محرومه قطعا آموزش درستی هم نخواهد داد در اولادهای خود. یک تصور غلط از جامعه پذیری وجود داره خانم علیزاده، فکر میکنه که فقط همین که در وظیفه و سر وظیفه ما را این حضور در اجتماع است، ولی خب همین که به عنوان یک مادر، به عنوان یک همسر، به عنوان یک فرد حضور اجتماعی داره، یک فردی که مربی است و تربیت کننده است، حضور اجتماعی داره، خودش جزء جامعه پذیری است و این چیزهایی است که شاید در خانواده های سنتی که عموما پدر و مادر به سواد هستن آموزش های مورد نیاز هست که نمیتونه اطفال آموزش را دریافت بکنه از پدر مادر و قطعا نیاز داره که مکتب و مربی که در مکتب وجود داره و آموزش ها رو به او القا بکنه. یک میان برنامه رو ببینیم خانم علیزاده. تشکر. بینندگان عزیز و محترم، اگر همین الان هم سوالی دارید از کارشناس و محترم از طریق شما تلفن هایی که زیر نویس شده میتونید که با ما از طریق واتساپ و تلگرام در ارتباط شوید و سوالات خودتان را بفرستید. یک میان برنامه ببینیم و برگردیم. خب بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم با ادامه برنامه روشنا. ما همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس و محترم خانم شریفه علیزاده با موضوع نقش تعلیم و تربیت در جامعه پذیری. خانم علیزاده، شما در مورد این مسئله صحبت میکنید و باز نکته‌ای که به ذهنم رسید که در قبل از میان برنامه هم گفتم است که تصور خطا و غلطی که وجود داره در مورد حضور اجتماعی است که حتما بسر وظیفه میره، حتما من نمیفهمم در اداره ها کار میکنن، در دولت کار میکنه یک نفر، پس نتیجه میگیرن برخی از افراد که معتقد به حضور خانم ها در این مناسب نیستن، نتیجه میگیرن که پس حضور زندگی اجتماعی برای خانم ها خیلی ضرورتی هم نداره و این کارکرد جامعه پذیری را همونقدر که در خانه دریافت میکنن کفایت میکنه. در حالی که من میخوام شما الان برای ما بینندگان عزیز ما در مورد کارکردهایی که نظام تعلیم و تربیت میتونه انجام بده مؤثر باشه در جامعه پذیر کردن افراد صحبت بکنید که ببینیم آیا اختصاص و قشر خاصی از جامعه میتونه داشته باشه یا نه برای همه مفید است. ببینید، شاید ما 50 سال پیش، 100 سال پیش به اندازه الان ضرورت تعلیم تربیت را حس نمی کردیم. چرا که جامعه کوچکتر بود، اطلاعات محدودتر بود. خب یک پدر و مادری که خب میگفتن ما نمیخوایم کدام وظیفه داشته باشیم، همین خانه دار باشیم و ما یا مثل پدر خود یک کشاورز باشیم، درسته؟ بله. نیازی نداریم به مکتب بریم، چون کاری که کشاورزی از پدر خود یاد گرفتیم و یا اینکه دختر خانه میگه من همین خانه داری از مادر خود یاد گرفتیم، خب برای آینده از کافی است. خب این شاید 50 سال پیش جواب میداد، شاید 100 سال پیش جواب میداد، ولی در دنیای مدرن امروزی جواب نمیده. چرا که همون پدر و مادری که میخواد فقط نقش پدری خود ایفا کنه،
نمیخوای استاد شوه، نمیخوای انجینیر شوه، و دختری که میخواد فقط نقش مادری خود ایفا کنه، نمیخوای دکتر شوه، نمیخوای کدام انجینیر شوه، هم فقط مادر باشه، نیازمند تعلیم و تربیت است. چرا؟ چرا که فرزندی که امروز تربیت میکند با او فرزندی که 100 سال پیش 50 سال پیش تربیت کرده فرق میکنه، متفاوت است. باید این مادر جامعه پذیر باشه، باید این مادر با ارزش ها و آداب اجتماعی و اون مهارت هایی که در زندگی جامعه کنونی لازم هست یاد بگیره تا بتونه یک فرزند موفق تربیت کنه. میخوام از نتیجه چی میشه این مسئله، چیزی که به ذهنم میرسه، یک مادر یا پدری که جامعه پذیر نیست و اولاد هایی که در جامعه جدید زندگی میکنه، نتیجه همین شکاف نسلی است که الان وجود داره. پدرها و مادرهایی که هیچ نمیفهمند، درک نمیکنند وضعیت و شرایط اولادای خودشان، و اولادهایی که احساس میکنن که پدر و مادر متعلق به یک جهان دیگر است. دقیقاً چیزی که در جامعه ما بسیار محسوس است. پدر مادری که خود نظم اجتماعی یاد نگرفته چگونه به کودک خود نظم یاد بده؟ پدر مادری که خود با آداب اجتماعی آشنایی نیست چگونه به کودک خود آداب اجتماعی یاد بده؟ چرا؟ به این خاطر که از تعلیم و تربیت محروم مانده. پس بنابراین اگر ما الان یک نسلی را یا یک قسمتی از جمعیت خود محروم کنیم از تعلیم و تربیت، قطعا ضربه میزنیم به نسل آینده‌ای که اینها باید اونا را تربیت کنه. خب از این اهداف اجتماعی تعلیم و تربیتی که بیان کنیم، یک مقدار بعضی اهداف ها کلیه، عمومیه، در تمام دنیا رواج داره. بعضی از اهداف مختص یک جامعه است. مثلا ما ارزش ها انعناتی مخصوص به جامعه خود داریم. مثلا ارزش های معنوی و مذهبی در جامعه ما پررنگه، در جامعه اسلامی پررنگه. در جامعه سنتی باز ارزش ها و انعنات مخصوص به خود داره. بعضی ارزش ها عمومیه، هر انسانی میپذیره، در هر جامعه هست و نظام تعلیم و تربیت در هر جامعه باشه، چه مذهبی چه غیر مذهبی، این ارزش ها را سعی میکنه پیاده کنه. خب چی میتونه باشه؟ یک اینکه تقویت روحیه خدمت به مردم. یک نظام تعلیم و تربیت سعی میکنه که کودکان رو طوری بار بیاره و اونا ارزش های را آموزش بده که به مردم خود خدمت کنه در هر موقعیت و مقامی که در آینده پیدا میکنه. یک اینکه روابط مهرآمیز با دیگران داشته باشه، یک رابطه اجتماعی موفق توأم با محبت وقتی داشته باشه، قطعا برای موفقیت برای یک زندگی اجتماعی یک کودک لازم و ضروری است. خب کسی در زندگی اجتماعی امروز موفقه که بتونه یک رابطه خوب ایجاد کنه، بتونه با در تعامل با دیگران باشه، بتونه یک روابط درست اجتماعی برقرار کنه، قطعا موفقیت بهتری داره. ولی کودکانی که روابط اجتماعی درستی ندارن، ارتباط گیریشون مشکل است، قطعا زندگی شخصیشون هم دچار مشکل است. اون موارد را خودمون هم دیدیم که مثلا دو نفر که شرط یکسان دارن، اما نفری که روابط اجتماعی بهتره با طرف مقابل ارتباط برقرار کنه، شانسی که موفق شوه خیلی بالاتر است. یا احترام به افراد. خب این چیزی که در همه جوامع رواج داره، عدالت اجتماعی، نظم اجتماعی، اینا چیزهایی هست که جزء اهداف اجتماعی تعلیم تربیت است که در کل دنیا رواج داره. و اما در جامعه ما، جامعه مذهبی شبیه جامعه ما هست، خب باز عنانات ارزش های مذهبی به خود داره که لازم است اونا رو که به کودکان خود آموزش بدیم. خب در این صورت باید اون ارزش هایی که و اون عنانات و آداب اجتماعی که در داخل مکتب یا مدرسه در کودک آموزش میده با ارزش هایی که در خانواده آموزش میده یکسان باشه، یک سنخ باشه، در یک راستا باشه، که اگر نباشه دچار مشکل میشه این رقم کودک. مثلا در جامعه باشه که وقتی که طفل میره مکتب یک ارزش شده و یاد میده آموزش میده، ما بین خانه یک ارزش دیگه است، خواهی طفل میمانه، آیا این چیزی که معلم من، استاد من، با ما وین مکتب من یاد داده، من این انجام بدم یا این چی که در خانه خود میبینم؟ خب میرم با وین مکتب، مثلا نظم اجتماعی یاد میده به نوبت باشد، چی رقم آداب اجتماعی که به چی رقم شما رعایت کنین، میره در خانه خود میبینه که نظمی وجود نداره. و یا احترام اجتماعی را میره مابین مکتب یاد میگیره، مابین خود میبینه که احترامی وجود نداره، پدر من با مادر من یا مابین اولادا هیچ احترامی وجود نداره. خب میفهمه که
مشکل از کجا، چرا خانواده ما او ارزش ها را نداره، چرا اون نظمه که در مکتب یاد میده ما بین خانه نیست، چرا اون ارزش هایی که در مکتب یاد میده در خانه وجود نداره. خب برگردیم، چه چیزی باعث میشه خب ارزا برگردیم که مکتب را انتخاب بکنه؟ بله، وقتی که ضعف اینجاست که اولاد میفهمه که ضعف از پدر و مادر ماست. چرا که پدر مادر شاید بی‌سواد باشه، شاید پدر مادر رو جامعه پذیری کامل را نداشته باشه. پدر مادری که خود نظم رو یاد نگرفته قطعا یک خانواده بی‌نظمی بار میاره، قطعا اولادای بی‌نظمی بار میاره. خب وقتی این نظم یه اولاد رو میره ما بین مکتب تازه نظم یاد میگیره. چرا که مکتب و مدرسه نهاد اجتماعیه، کسی که دارای نظم و انضباط است باید سر ساعت بیاید، سر ساعت بره، قوانین و مقرراتی که لازمه ما بین مکتب اجرا شه باید رعایت کنه. اگر نشوه خب تنبیه میشه دیگه کودک، درسته؟ پس بنابراین همین قواعد، همین نظم اجتماعی باعث میشه که یاد بگیره که در اجتماع باید اون نظم اجتماعی را داشته باشه، باید احترام را داشته باشه، باید به حقوق دیگران احترام بگذاره، باید یک روابط مهرآمیز با دیگران داشته باشه تا دیگران رابطه خوب با او داشته باشه. اینها رو در مکتب یاد میگیره، اینها رو در مبنی مدرسه یاد میگیره. این چیزیه که در نظام تعلیم و تربیت آموزش داده میشه، شاید در مابین خانواده چندان محسوس نباشه. چیزی که به ذهنم رسید خواهم علیزاده است که خب چرا شما فرمودید که خب طفل میاد و متوجه میشه که ارزش ها در خانواده و مکتب متفاوت هست، خانواده رو محکوم میکنه و مکتب رو انتخاب میکنه و میفهمه که مال مکتب و چیزی که در مکتب یاد گرفته درسته. چرا برعکس نباشه؟ یعنی طفل مکتب رو محکوم نکنه ارزش های خانواده. بله، این گونه میتونه باشه. ببین در جامعه ای که مثلا خیلی از بچه های ما خب وارد کشورهای دیگه ای شدن زندگی میکنن، وقتی میرن مکتب در اون کشورها ارزش هایی که به اونها یاد میده گاهی وقتا میاد با ارزش هایی که در خانه وجود داره میمانه که این ارزش هایی که در مکتب یاد میده یک چیز میگه، مابین خانه فرهنگ ما ارزش های ما یک چیز دیگه میگه. خب این کودک میمانه، کدام میشه انتخاب کنه؟ اگر پدر و مادر توانست کودک خود متقاعد کنه که بچه من مسلمان، ما مسلمان هستیم، این رقم ارزش ها برای ما اهمیت داره، شاید در جامعه ای که اونا زندگی میکنه او ارزش ها اهمیت داده نشه، ولی چون تو مسلمانی باید این ارزش ها برای تو اهمیت داده باشه و رعایت بکنی. خب این کودک میفهمه، یک تفکیک ایجاد میکنه بین ارزش هایی که در خانواده است و ارزش هایی که در جامعه است. کودکی که در یک کشور بیگانه خب تحصیل میکنه، مکتب میره، قطعا جامعه پذیر اون جامعه میشه. ببینید چون اون در اون کودک در اونجا رشد پیدا میکنه و باید پدر مادر یا آگاهی داشته باشه که کودک همزمان با دو جامعه سنخیت پیدا کنه، هم جامعه ای که متعلق به خودش هست، جامعه پدر و مادر و هم جامعه ای که در داره زندگی میکنه. و گاهی وقتها این تضادها ایجاد میشه و واقعا شخصیت متزلزل پیدا میکنه. گاهی وقتها ارزش‌های جامعه غالب میشه، گاهی وقتها ارزش‌های خانواده غالب میشه. پس خواهی نخواهی وقتی که با کشورهای غربی موران مردم از اون باید پیران بطن خودشون بمونن که احتمال مشکلات بله. بله. مثلا احترام به کلانترها خب در جامعه ما بسیار اهمیت داره، بسیار اهمیت داره که ما خب به پای خود پیش کلانتر خود دراز نمی کنیم، یا وقتی که یک کلانتر ما گپ میزنه خب کوچکتر رو چوب میکنه، گوی نمیزنه یا نظری نمیده. خب ولی این در ما بین دیگر جامعه چیزی نیست، ارزشی نیست. خب کودک میمونه که ما بین خانواده بسیار اهمیت داره، ولی ما بین جامعه که زندگی میکنه این رقم نسبی دوچار یک نوع تزلزل شخصیتی میشه که بسیار از پدرمادرها با زمین نالان است از این قسمت که بچه های ما بسیار تغییر کرده در اون جایی رفته. این یک مسئله ناگزیر است. بله، جامعه پذیری، جامعه پذیری که تعلیم تربیت ایجاد میکنه در اون جوامه. درست است. بسیار تشکر از شما. یک میان برنامه رفت ملزده ببینیم. تشکر بینندگان عزیز و محترم. اگر شما کدام سوال به ذهنتون رسید، اگر شما الان در کشورهای غیر اسلامی هستید و با این مسائل روبرو شدید و یا خاطره ای دارید در این زمینه، ما بسیار خوشحال میشیم نظرات شما، تجربیات شخصی شما، انتقاد و یا پیشنهادات شما در مورد موضوعات مختلف ببینید موضوع امروز برنامه را دریافت بکنیم. از طریق شماره تلفنی که زیر نویس میشه میتونید که با ما در ارتباط باشید. یک میان برنامه را ببینیم و برگردیم. Oh.
خب بینندگان عزیز و محترم، شما همچنان برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را میبینید. یک سلام ویژه تقدیم به عزیزانی که نو به جمع ما پیوستن. موضوعی که امروز مطرح میشه، نقش تعلیم و تربیت در جامعه پذیری است. کارشناس محترم خانم شریفه علیزاده با ما و شما در این زمینه صحبت میکنند. خانم علیزاده در خدمت شما. خواهش میکنم. خب گفتیم دو نهاد بسیار با اهمیت در جامعه پذیری، یک خانواده است، دو مدرسه است. مدرسه تفاوتش با خانواده این رقم است که مدرسه مکتب نهادی هست که دارای مقررات مخصوص به خود است. یک نهادی هست که مثل یک خانواده باز نیست که هر وقت کودک هر کاری که میکنه مشکل نداشته باشه، بلکه نظم اجتماعی را اولین بار در مکتب است که کودک آموزش میبینه و به قول یک آزمایشگاهی است که کودک را برای زندگی اجتماعی بیرون آماده میکنه. خب آیا این آزمایشگاه این مکتب چه رسالتی میتونه داشته باشد نسبت به جامعه پذیری؟ اولین نقشی که گفته میتونه کودک را جامعه پذیر کنه. جامعه پذیر به این منظور که کودک را با ارزش ها، عنعنات، آداب، رسوم او جامعه آشنا میکنه، به او آموزش میده، القا میکنه، درونی میکنه و جزئی از شخصیت یک کودک میتونه شود. دومین کاری که میکنه، باز نهاد تعلیم و تربیت نظارت اجتماعی میکنه. خب چی رقم نظارت اجتماعی میکنه؟ زمانی که من کودک مابین مکتب ارزشی را یاد گرفتم، آموختم و دم درونی شد، القا شد، مابین اجتماع را پیاده میکنم. یعنی چی؟ یعنی ارزشی که دم درونی شده باعث میشه که من به سمت اوزه درزش نروم. خب وقتی من به سمت اوزه درزش ها نروم، خود به خود نظارت اجتماعی شد، ایجاد شده، خود به خود جامعه ما سالم شده. ببینید کی پشت پرده کار کرده؟ تعلیم و تربیت. اگر تعلیم و تربیت دچار مشکلات باشه و ناهنجاری ها در آموزش بده در کودکان، خب همین ناهنجاری ها میاد مابین جامعه، نظم جامعه به هم میخوره. پس اگر نظام تعلیم و تربیت جامعه درست با کیفیت باشه، باعث میشه که کودکانی که بیرون میده، باعث میشه که نظم اجتماعی ایجاد شود. جامعه خود به خود مثل روتین پیش میره. نیازی نیست که حتما یک نفر رو سر از اینو باشه که نظم اجتماعی رعایت شود. خود به خود به سمت خطاها و مشکلات نمیره. خود به خود به سمت ضد ارزش ها نمیره. به سمت ضد هنجارها نمیره. چرا که در مکتب یاد گرفته باید این رقم راه بره، این رقم کمک کنه، این رقم نظم داشته باشه، احترام بگذاره، قوانین و مقررات یک جامعه را رعایت کنه. وقتی قوانین و مقررات جامعه را رعایت کنه، خود به خود نظم اجتماعی در جامعه ایجاد میشه و این به نوعی نظارت اجتماعی را آسان میکنه. درسته. خب من فقط تصور میکنم شرایطی که مثلا یک نفر که در قریه ها زندگی میکنه، به ویژه اگر قریه هایی که پراکنده هستن، ممکنه که خانه یک نفر تا خانه همسایش فاصله بسیار زیاد باشه، همدیگر را نبینند، چقدر ممکنه جامعه پذیری در بین افراد متفاوت باشه تا کسایی که در قریه ها زندگی میکنن، قریه های متمرکز، یا کسایی که در شهرهای کوچک و بعد از اون شهرهای بزرگ. یعنی همیشه شرایط پیچیده تر شده میره و نیاز به آموزش هایی که مرتبط به حضور اجتماعی هستن همیشه بیشتر میشه، چون قوانین بیشتر میشن. هرچقدر که جمعیت بیشتر میشه، ممکنه تزاحمات و تصادمات و تضادها بیشتر شود. لذا نیاز به قوانین بیشتر است، نیاز به این است که افراد مراجعی داشته باشند برای یادگیری این مسائل. و فکر میکنم در کشور ما، کشور افغانستان، که در حال گذار از زندگی روستایی به سمت زندگی شهری است و کم کم شهرهای بزرگ شکل گرفتن، نیاز بیشتری احساس میشه برای اینکه نظام تعلیم و تربیت فعالتر باشه، فعالانه تر حضور داشته باشه در جامعه، برای اینکه به این مردمی که گذشته روستایی داشتن یاد بگیرن که چطور در شهر زندگی بکنن. دقیقاً نکته ای که شما اشاره کردین برمیگرده به یگانگی اجتماعی. یکی از نقش هایی که تعلیم و تربیت میتونه داشته باشه ایجاد یگانگی اجتماعی است. یگانگی اجتماعی یعنی چه؟ یعنی در جامعه نامتجانس که قبیله های متفاوت زندگی میکنه، نژاد های متفاوت زندگی میکنه، گویش ها و لهجه های متفاوت هست، مذهب های متفاوت در جامعه رواج داره، تنها نهادی که میتونه یک رنگ کنه، یک دیل کنه، یگانه کنه جامعه را نهاد تعلیم و تربیت است.
یعنی تل نهاد تعلیم و تربیت مثل یک چتر میمانه که ما بین این اجتماع گسترده شده و زیر این چتر افراد مختلف با نژاد، با رنگ، با لهجه، با مذاهب مختلف جمع میشه و این نهاد تعلیم و تربیت اگر قوی باشه، اگر با پشتوانه باشه، اگر افراد متعهد و دلسوزی در رأس این نظام قرار گرفته باشه، میتونه یک جامعه نامتجانسی که بین هم درگیری های قومی و زبانی و نژادی داره میتونه یک رنگ کنه، میتونه یگانه کنه، میتونه یک دست کنه. در چه قالبی؟ در قالب جامعه پذیری، با القای ارزش های اجتماعی، با القای ارزش های ملی که برای یک کشور میتونه داشته باشه. ما چیزی که در جامعه اروپایی میبینیم که در یک جامعه اروپایی که شما میبینید که حتی مهاجران مختلفی زندگی میکنن، افراد بومی خودشان هم تازه متفاوت از چند کشور آمده و یک کشور به وجود آورده، جامعه شکل گرفته، افرادهای مختلفی از آسیا و اروپا هم رفته داخل کشور زندگی میکنه، چگونه است که دچار یک یگانگی اجتماعی مسئله عجیب نظم اجتماعی در داره. کشور خودمون مردمی که برای هزاران سال کنار هم زندگی کردن با هم سازگار نیستن، بله. ولی در کشورهای غربی که موری از اقصا نقاط دنیا، بله، مردم وجود داره، صدها زبان، صدها نژاد، چگونه میشه که یگانگی اجتماعی داشته باشه، اون نظم اجتماعی داشته باشه؟ نهاد تعلیم تربیت قوی است که باعث ایجاد یک نظم اجتماعی، یگانگی اجتماعی میشه. پس اگر ما بخوایم در کشورهایی که بافت‌های مختلفی داره مثل جامعه ما که از خب نژادهای متفاوت، زبان، مذهب متفاوتی کنار هم داره زندگی میکنه، اگر بتونیم یک جامعه متجانس، یگانه، یک رنگ داشته باشیم که دارای ارزش‌های ملی مشترک باشیم، دارای ارزش‌های اجتماعی مشترک داشته باشیم، قطعاً زندگی اجتماعی بهتری را می‌خواهیم تجربه کرد. در نهاد تعلیم و تربیت میشه که به این مکتب، به این نتیجه رسید. باز پس نکته ای را من همین الان بگم خانم علیزاده که باز تصور نشه که منظور است که یک رنگی به این معنا که پس همه مثل هم شوند، زبان خود را رها کنند، فرهنگ خود را رها کنند. چطور در کشورهای غربی مردم همه، بله، همون لباس خود دارند، بله، به زبان خود هم دارند، فرهنگ خود هم دارند و هم زبان و فرهنگ جدید و یگانه را هم در کنار، بله، دارند. مشکلی هم ایجاد نمیشه. اون یگانگی اجتماعی به این معنا نیست که زبان خود رها کنیم یا مذهب خود رها کنیم، نه. در این حالی که شما زبان و مذهب و گویش و پوشش و فرهنگ های مخصوص به خود داری، میتونی در زیر چتر یک جامعه زندگی کنی که ارزش های او ملی او جامعه برای کل افراد او جامعه مهم باشه و برای رسیدن به او ارزش ها و پیشرفت یک کشور و یک جامعه کل مردم از او تلاش کنند، چون به خاطر یک جامعه یک رنگ، به خاطر یک کشوری که متعلق به همه افراد اون جامعه است. چیزی که متاسفانه خب در کشور ما دچار باعث عقب ماندگی و یا درجه زدن شده ای که هر کس به سمت خود کشیده، هر کس به سمت اون نژاد خود، مذهب خود، زبان خود کشیده که دچار مشکلات تشنجات هستین و جامعه ما دچار رکود هست و پیشرفت نکرده. شما همین ببینید رنگ ها و شکل های متفاوت در جامعه اروپا میبینید و ببینید که جامعه پیشرفته، بله، شکوفایی فرهنگی خب در جامعه و هر کس به نور خدمت میکنه. الان شما به عنوان کسی که در این زمینه متخصص هستید، در زمینه تعلیم و تربیت ماستر هستید، چه چیزی را پیشنهاد میکنید، چه راهکار عملی را پیشنهاد میکنید برای جامعه مثل جامعه ما که بالاخره گرفتار مسائلی است در زمینه نظام تعلیم و تربیت؟ خب نظام تعلیم تر اهمیتش را هر چی که ما بگوییم کم است، ولی باید آنان که باید بدانند اهمیت این نظام را، آنان که در رأس مسائل سیاسی یک کشور هستند، در رأس مسائل اجتماعی یک کشور هستند، باید به نقش و اهمیت نظام تعلیم و تربیت پی ببرن و او را وسیله‌ای برای پیشرفت جامعه، وسیله‌ای برای یگانگی جامعه، اگر قصد پیشرفت، اگر قصد داشت، بله، انشالله ما با این نیت که اگر قصد پیشرفت یک جامعه باشه، اگر میخواهیم جامعه پویا، فعال، پیشرفته، یک رنگ که در او درگیری های قومی و مذهبی نداشته باشیم، درگیری های زبانی نداشته باشیم و یک جامعه داشته باشیم که همه افراد اون جامعه با هر رنگ و نژاد و مذهبی که هستند خود را متعلق به او کشور
خود را متعلق به او جامعه بدانند و هر کس در هر جایگاهی قرار داره برای پیشرفت جامعه قدم برداره، باید نظام تعلیم و تربیت جامعه را محکم کنیم. باید با پشتوانه باشه. باید سیاست مدار ما، اون کسی که در رأس سیاست قرار داره، اون کسی که بودجه در دستش هست و باید لحاظ اقتصادی پشتبانی کنه، لحاظ سیاسی پشتبانی کنه و لحاظ اجتماعی نهادهای اجتماعی ما پشتبانی کنه، نهادهای مذهبی ما پشتبانی کنه، تا ما یک نظام تعلیم و تربیت قوی داشته باشیم که وقتی که ما یک نظام تعلیم و تربیت قوی داشته باشیم، نسل آینده ما که در دست و این نظام هست و این نظام داره، نظام تعلیم و تربیت داره، اونها رو شخصیت اونها رو شکل میده، اگر بتونن این اهداف عالی را پیاده کنه، قطعا ما انشالله در آینده جامعه یک رنگ گانه و پیشرفته خواهیم داشت. چیزی که میشه از گفتهای شما برداشت کرد ایست که نقش دولت ها بسیار زیاد بسیار پررنگ است. قطعا پررنگ است. ما بازه چیزی که به ذهنم رسید یک خاطره شخصی است که خواهم علیزادم، برخی از دوستان ما که در کشورهای غربی زندگی میکنند، برای که فرزندان خودشان را کمک بکنند، برای که با ارزش‌های اسلامی آشنا شوند و خدای نکرده از دست ندهند، یک شبه نظام تعریف کردن، افرادی هستن، همسو هستن، با هم همفکر هستن و کلاس هایی را تنظیم میکنن، کورس هایی را تنظیم میکنن، در مساجد عموما برگزار میکنن، برای اطفال خود آموزش قرآن، آموزش مسائل دینی و خود همی کمک میکنه برای که اطفالشون آشنا شوند با ارزش هایی که بر ما ارزشمند هسته. حالا اینا یک عده از خانوم ها هستن که تنستن چنین کاری بکنن. اگر که قدرت دولت پشت سری برنامه باشه، قطعا میشه که حرکات بسیار عظیمی را در اجتماع ایجاد کرد. من خود اتفاق شما خاطره گفتم، من یک رفیق دارم در کشور اروپایی زندگی میکنه، این دنبال تألیف کتابی است که فارسی باشه و به زبان دری باشه که برای اینکه به کودکان خود آموزش داده بشه و این دغدغه را داره که بچهای آنها، نسل بعدی آنها با زبان خودشان بیگانه نباشه و داخل کتاب ها باید ارزش ها و اون عنعنات اجتماعی که رواج داره در کشور مادرشان همون در کتاب ها گنجانده شود تا نسل بعدی ما بیگانه نشود. ببینید قدرت تعلیم و تربیت است. بله. در هر جایی که باشه این قدرت را میتونه داشته باشه، ولو به صورت غیر رسمی. درست است. بسیار عالی. بسیار تشکر از شما خانم علیزاده. مثل همیشه بسیار عالی و استفاده کردیم. از شما بینندگان عزیز و محترمم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. عزیزان باز هم تاکید میکنم شماره تماس های برنامه را فراموش نمیکنید. از طریق واتساپ و تلگرام میتونید که با همکاران ما در ارتباط شوید. حتما ذکر بکنید که سوال شما یا مطلب شما مرتبط به برنامه روانشناس، و اگر میخواید که از کارشناس خاصی پرسیده شود حتما عنوان و نام کارشناس را هم ذکر بکنید تا انشالله در برنامه به سوالات شما عزیزان پاسخ داده شود. ما بسیار خوشحال میشیم نظرات شما عزیزان را دریافت میکنیم. آرزوی ما صحت، سلامت، خوشی و جان جوری برای شما عزیزان و بزرگواران هست. با امرای کارشناس محترم برنامه از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.